با درود به شنونده های عزیز، ادامه بحث استاد لطیف ناظمی را در رابطه با تصویب جاگزینی واژه دری به جای فارسی می شنویم. لطفاً با ما باشید. چند سالی از این بره می گذرد، مثلا سال 1336 تا سال 1343. سال 1343 حکومت داوود خان پایان می پذیره و مجبور به استعفا می شه و به جای از او یک کسی بیرون از حلقه ارگ و از حلقه دربار به عنوان صدر اعظم انتخاب میشه یا برگزیده میشه و پیش از اون لوی جرگه میشه و در این لوی جرگه فیصله میشه که زبانهای رسمی افغانستان پس از این زبان پشتو و زبان دری هست. اینا زبان‌های رسمی هستند. البته در جای دیگر در قانون اساسی تاکید میشه که دولت موظف به انکشاف زبان ملی پشتو هست. یعنی در اونجا نه و در جای دیگر درباره انکشاف زبان پشتو صحبت میکنن، نه انکشاف زبان فارسی. ببینین وقتی بحث مثلا فرهنگ زدایی یا فرهنگ ستیزی یا پارسی ستیزی میاد، بحث کلان بحث فرهنگ زدایی هست و فرهنگ ستیزی هست که ما علناً در تاریخ معاصر افغانستان شاهدش بودیم و امروز هم شاهدش هستیم. و پس از اینجا باید شروع کرد که کسانی که میخواهند در این بحثا معترض شوند از شروع کرد از فرهنگ ستیزی که دولت های افغانستان با خورد فرهنگ های افغانستان سخت مخالف بودند، اجازه نمیدادند، رخصتی نمیدادند که کسی به زبان مادری خود روزنامه ای داشته باشد، در مدرسه در مکتب مضمونی باشه، هیچ اجازه نمی دادن. مثلا زبان ازبکی، زبان ترکمنی، زبان بلوچی، زبان پشکی هیچ وقت رخصت نیافت تا سالهای تا دهه 60 که اینا روزنامه در جریده داشته باشن. و همچنان بزرگترین عکس العمل و واکنش تند و خشمالودشان در برابر زبان پارسی بود. از این جهت ای یک طلاق بود که باید ای زبان نامش تغییر بدن به خاطر هویت جدید. کسانی که درباره تغییر نام نوشته کردن از مورخی جناب فرهنگ است، زندیات فرهنگ، منتها در دو کتاب خود به دو گونه ای شرح ماجرا را نوشته کرده که من از یادداشت دارم و او را میخونم ببینیم. در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر جلد اول قسمت دوم صفحه 725 میگه در مسئله زبان غلام محمد فرهاد وکیل کابل به رسمیت دری بعد از اینکه فیصله شد که ها این زبان دری باشه، با وجود آن هم یک ده همین دری بودن را هم قبول نداشتن. نوشته کرده که در مسئله زبان غلام محمد فرهاد وکیل کابل به رسمیت دری اعتراض نموده و پیشنهاد کرد رسمیت به زبان پشتو محدود بماند. در جواب او رمضان علی شریفی
وکیل جمهوری با استشهاد از آیه کریمه و علمه البیان از مساوات زبانهای افغانستان دفاع کرد و در پایان مباحثه به پیشنهاد عبدالهادی داوی مسوده به این صورت تعدیل شد. از جمله زبانهای افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی می باشند. این متن قانون اساسی است که در لوی جرگه 1343 فیصله شده. بعد فرهنگ می نویسد و به این صورت سایر زبانهای کشور نیز به عنوان زبان، یعنی زبان افغانستان شناخته می شوند. همینطور که دیدیم گویا عبدالهادی داوی ایره نوشته میکنه که زبان فارسی و دری، و اعتراض میشه که دری زبان چیز نباشه. اما آقای فرهنگ سالهای بعد که کتاب خاطرات خوده در خارج نوشته میکنه، نوشته میکنه که پیشنهاد مبوده این کار، و فکر میکنه یک فضیلتی هست که این فضیلت به نام خود رقم میزنه. در اونجا میگه که خوب قبلا دری تصویب شد، رمضان علی شریفی که وکیل جمهوری بود اعتراض کرد در برابر پیشنهاد غلام محمد فرهاد که وکیل کابل بود. اما در خاطرات خود نوشته میکنه که در قسمت زبان رسمی کشور اصطلاح زبان دری که به جای زبان فارسی به پیشنهاد من در متن درج شده بود، هواخواهان برتری پشتو را غافل گیر کرد. آنها ترجیح می دادند که این زبان مانند سابق فارسی نامیده می شد تا آن را بیگانه و منسوب به ایالت فارس از ایالت ایران قلمداد کرده در افغانستان از رسمیت ساقط نمایند و زبان پشتو را یگانه زبان رسمی و ملی کشور اعلان نمایند. حالا شما ببینید آقای فرهنگ خودش که فروشی را بیاد به قال میده، این وکلا یا نمایندگان پشتون که میگفتن زبان فارسی باشه به همون نام، به هر منظوری که بوده، خب نظر بهتر بوده نظری نسبت به نظر جناب آقای فرهنگ که هنوز هم فکر میکرده آقای فرهنگ که زبان فارسی مربوط به فارس است. چون هم آقای فرهنگ هم مانند محمود طرزی از زبان شناسی بهره نداشته و نباید چنین قضاوت میکرد، فقط چشم دید خودم میگفت. این چنان وانمود کرده که گویا میخواستن فارسی باشه، ولی من هم آندم و گفتم به خاطر این که شما میخواین زبان به فارس مربوط بسازین، در حالی که ما در بحث های خود گفتیم که نام از این زبان فارسی نیست، پارسی است. و عرب ها چون که پارسی پی نداشتن، او را پیر به فی تبدیل کردن و از این کارها عرب ها بسیار زیاد کردن. اما ببینین که هر دو گفتی جناب فرهنگ نادرست است. یعنی این کار نی به پیشنهاد عبدالهادی داوی شده، نی کسی به پیشنهاد آقای فرهنگ که پیشنهاد جالبی هم نبوده و سوء تفاهم عجیبی داشته که زبان فارسی از فارس آمده، اینا نادرست است. تاریخ میگوید که دولت خودش چنین تصمیمی داشت که زبان را تغییر نام بدهد.
به تاریخ 23 ماه می 1964 از سفارت امریکا پیامی به امریکا فرستاده میشه و درباره از این ماجرا صحبت میکنه، برشان اطلاع میتن. در اونجا نوشته میشه پیام از طرف قنسول سفارت است به نام هوارد جی اشفورد، قنسول سفارت است که نوشته میکنه: دکتر عبدالظاهر رئیس شورای ملی و رئیس کمیسیون مشورتی قانون اساسی قبل از تکمیل کار کمیسیون به تاریخ 14 می اظهار داشت که مسویده قانون اساسی، ببین مای می که هنوز لویجرگه و اینا نبوده، سفارت امریکا خبر داشته از قول دکتر عبدالظاهر که رئیس شورای ملی بود، از قول از او میگه که به تاریخ 14 می اظهار داشت که مسویده قانون اساسی در برگیرندی یک تغییر فوق‌العاده در مورد سیاست زبانی میباشد. ببینین این یک امر، خودشان هم اعتراف میکنن که یک امر ادبی، یک امر تحقیقی، یک امر زبانشناسی نبوده. اینا هیچ وقت با زبانشناسان، با اکادمی علوم، با دانشگاه کابل اینا مشوره نکردن که آیا این نام درست است، توجیه تاریخی دارد ندارد، این نام را بگیریم، نکردن. همونطور که در نامه قنسول امریکا آمده یک سیاست زبانی، دکتر ظاهر گفت که دو زبان پشتو و فارسی زبان رسمی خواهند بود، اما دومی بعد از این به نام دری یاد خواهد گردید. ببینیم سیاست خود دولت است. دولت برای دکتر عبدالظاهر که رئیس شورای ملی است، بر عظیمی که شما در مستفیدی قانون اساسی زبان فارسی به زبان دری تبدیل کنیم. بعد این قنسول بسیار نامی، تقریبا در این نامه مفصل به اولیای امور امریکا درباره زبان فارسی و قدامت هزار سالی زبان فارسی نوشته میکنه و درباره سلاله تاجیک ها نوشته میکنه که اینا در هرات و غزنی از قرن 9 الی قرن 16 میلادی این لهجه فارسی را به کار می بردن. در جای دیگه نوشته میکنه که تصویب کلمه دری من حیث زبان رسمی باید، این قنسول می نویسه که تصویب کلمه دری من حیث زبان رسمی باید اقوام غیر پشتون را راضی و خوشنود نموده باشد، زیرا اظهارات و اشاراتی مبنی بر این که فارسی یک زبان خارجی است را از بین میبرد. یعنی از این جمله تاجیکا یکم آقای فرهنگ است که او را خوشنود ساخته که ها این زبان ما هست، دری در افغانستان به وجود آمد. اینا کاملا یک اشتباه تاریخی هست. دکتر خانلری که متخصص زبانشناسی هست در کتاب سجلی عظیم خود به نام تاریخ زبان فارسی نوشته میکنه زبان فارسی در جایی به وجود آمده است که امروز نام و سرزمین افغانستان است. خب این از عدم آگاهی آقای فرهنگ بوده که چونین چیزی را حدس میزده که زبان، وقتی ما میگیم فارسی به فارس، در حال گفتیم زبان فارسی پارسی هست و از زبان پارتی جدا شده که پارتی همون زبان پهلوی اشکانی هست. بران بدین گونه به سوال شما پاسخ پرداخته می شود که
زبان پارسی و تغییر زبان پارسی یا پارسی به زبان دری یک امر سیاسی هست، نه یک امر علمی، نه یک امر زبانشناختی، یک امر کاملا سیاسی هست برای هویت سازی تازه که بله ایرانیان زبانی دارند به نام فارسی و ما زبانی داریم به نام دری که این دو زبان از هم کاملا متفاوت است، دو زبان جداگانه هستند. در حالی که ما گفتیم که این دو زبان جداگانه وقتی هست که شما در وقت صحبت کردن با کسی که از زبانی دیگری هست به ترجمان ضرورت داشته باشین. شما در ایران به ترجمان فارسی زبان ضرورت ندارین، در افغانستان ایرانی ضرورت نداره. غیر از این یک تسل میارهای زبان شناختی هست که به اینا هم اینا دو زبان جداگانه نیستن. تاجیکی هم با تمام اینکه نظام واژگانیشون متفاوت است زبان جداگانه نیست. این روس ها بودن که در این امر بسیار دخالت داشتن و تاجیک ها که در بخارا و سمرقند بیشتر زندگی میکردن و دوشنبه و تاجیکستان امروز یک سرزمین نوتر بود، برای اینا دولت اینا تشکیل دادن و این دولت زبان این دولت روسیه تعیین کرد که بله زبانی که شما صحبت میکنیم فارسی نیست، تاجیکی هست. این مسئله زبان فارسی دری تبدیل کردن روس ها نقش بسیار عمده داشتن و مشاورین و متخصصین روس در این امر بسیار کار کردن. مخالفت های از جانب مردم افغانستان شروع شد، یک هم این حقی که در کنفرانس ها شدیدن در برابر او کسانی که از روسیه آمده بودند و می گفتند زبان شما دری هست مخالفت خود اظهار کردم. به هر حال بدین گونه شروع شد. البته مسئله کنار گذاشتن فارسی و جای گزین ساختن کلمات پشتو به جای زبان فارسی بحث دیگری هست که او هم کاملا ارتباط داره با همین امر سیاسی، یعنی هویت سازی جدید که ما زبان جدیدی داریم و زبان جدید نیست، زبان قدیمی هست و زبان افغانی باید جای دیگه زبان ها رو بگیره و جایگزین شوه و کوشش برای یگانه سازی. ای کاش یک کار میکردن که برای زبان پشتو خدمت علمی میکردن، زبان پشتو از زبان پشتو استفاده ابزاری کردن در طول سالها. از یک طرف خواستن برادران پشتون تسکین خاطر بدن که این ما زبان فارسی را از بین بردیم، هنوز دری نشده بود و توسط معلمین پشتوی که در ادارات دولتی بودن هیچ کس پشتو یاد نگرفت و برای زبان پشتو فرهنگ سازی نکردن. به جای فرهنگ سازی جای گزین سازی کردن، جای همه لغات، جای همه اصطلاحات که معمول است بین مردم اینا رو تبدیل کردن به اصطلاحات زبان پشتو. خب استاد گرامی، قبل از اینکه ما به این بحث داخل شویم، در رابطه به بحثی که امیل از جریان داره که واژه فارسی یا زبان پارسی را میخواین حذف کنن، واکنش صاحب نظران ایران در مسئله چی بوده است؟ آیا آنها نادیده میگیرن این بحثی که در افغانستان جریان داره و براز اونها قابل پذیرش است وقتی که بگوین مثلا صنایع دری شعر گفته و فارسی نگفته با می قرائتایی که فعلا دیده میشه، یا برخورد از اونا با این مورد چی بوده؟ اگر